به نام خالق هنر، به اولین قسمت از برنامه مسترساز خیلی خوش اومدید. من میلاد ملک به اتفاق همکاران عزیزم از امشب به بعد قرار اتفاقات خیلی قشنگی رو با هم رقم بزنیم. مستر ساز قرار برنامه‌ای باشه برای شما هنرمند نوازنده که تشریف بیارید اینجا، ما میزبان شما باشیم، کنار هم گفتگویی داشته باشیم، سازی بزنیم، از این حال خراب روزگار کمی فاصله بگیریم و اینو تقدیم کنیم به تمام ایرانیان عزیز. به حسن ادب اولین مهمان برنامه‌ای که دوست دارم دعوت کنم یک بانوی بسیار گرانقدری هستش، نوازنده درجه یک ساز تار، ساز جادویی تار. من نوازندگی ایشونو بسیار دوست دارم، همکاری داشتم با ایشون و اکثر شما دوستان میشناسید ایشونو. امیدوارم که این برنامه رو دوست داشته باشید، جلو جلو و کارهای ما رو دنبال کنید. در خدمت بانوی هنرمند سرزمینم، عزیز همه ای ما، نوازنده درجه یک و بسیار بسیار عاشق
در برنامه مستر ساز هستیم. خیلی خوش اومدید. سپاسگزارم. اگر سلام و عرض ادبی از خدمت بینندگان عزیز بفرمایید و خودتون رو دوستان از زبان خودتون معرفی کنید. خواهش می‌کنم. بزرگوارید. سپاسگزارم. درود و عرض ادب و سلام خدمت همه بینندگان عزیز. من زهرا اردشیر نژاد هستم. نوازنده تار و سه‌تار و سرپرست گروه‌های موسیقی محلی و سنتی چکاد در خدمتتونم. بسیار خوشحالم بسیار که امشب در خدمت شما هستم و سپاسگزارم که تو این برنامه منو دعوت کردین. بزرگوارید. و همچنین از تمام عزیزان دستن در کار برنامه که امروز شاهد زحماتشون بودیم تشکر میکنم. منم همینجا تشکر میکنم. خیلی زحمت کشیدن خدایش امروز با این برنامه‌هایی که به هم خورد، ولی به هر حال تونستیم بشینیم و اون گفتگویی که دوست داریم رو انجام بدیم. بسیار هم عالی. بریم سراغ یه گفتگوی قشنگ با هم دیگه. در خدمت هستم. من سوال میپرسم، شما جواب میدید تا یه جایی. یه جایی بعد دیگه خودتون دیگه سکانه بگیرید. خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که من خیلی دوست دارم بدونم شما در واقع چی شد که به موسیقی رو آوردید. این برمیگرده به بچگی من که پدرم خیلی موسیقی گوش میکردن. بله. از زمانی که میومدن خونه تا زمانی که میخوابیدن صدای موسیقی تو خونه ما شنیده میشد. بیشترم کاست های استاد شجریان رو گوش میکردن. بله. همیشه بله. نوای بهشتی ایشون توی گوش من بود. بله، اصلا یه لحظه اسمشون رو آوردید بدنم مور. بله. اون آدم نمیدونه چی بگه. بله. واقعا ما یه عزیزی از دست دادیم، یه عزیز بزرگی از دست دادیم. بله. حالا من یک مساله خیلی دوست دارم، یعنی همیشه دوست داشتم بگم، توی فضای مجازی هم یک بار البته استوریش کردم، این که اون زمانی که استاد در قید حیات بودن، وقتی میپرسیدی از دیگران که موسیقی شجریان گوش میکنی، من میکرد، ولی به محضی که ایشون در واقع از بین ما رفتن. بله. هرچند حضورشون هست، همیشه هست. بله. چیزی که من متوجه شدم، دیدم 90% مردم ایران عاشق ایشونه. بله. خیلی جالب بود برای من. بله. خیلی جالب بود و من متوجه شدم در جاهلیت کامل به سهمی بردن. نفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. زنده باشید. برمیگرده به اون سالها، سالهای بچگی من. بله. و من فکر میکنم نمیدونم 17 یا 18 ساله بودم که روزنامه میخوندم، یه دفعه دیدم جهاد دانشگاهی توی روزنامه چاپ کرده بودن، درخواست داده بودن برای هنرجو، هنرجوی ستار، و من یه ساز خریدم و شروع کردم. از همون زمان تقریبا فکر میکنم 23 سال از اون سالها میگذره. به 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 به. بله. که اصلا نمیدونستم من اینا. خواهش میکنم. بزرگوارید. همچنان در حال یادگیری. بله. نفرمایید. من یه مطلبی رو بگم دوستان عزیز بدونن. من یه همکاری مشترک با شما داشتم. حالا دوستانی که منو میشناسن مطمئنن در جریان هستن، و من شما رو از نزدیک ندیده بودم. به صورت مجازی ما با هم کار کرده بودیم. در واقع به خاطر شرایط کرونا ترجیح دادیم اون فاصله رو رعایت کنیم. آره. بله. و امروز که شما وارد در واقع سالن شدید، همه انرژی دارید. اینقدر انرژی شما مثبت بود. من شخصا لذت بردم و واقعا دم شما گرم که هستید. سپاسگزارم. متشکرم. شما لطف دارید. سوال بعدی رو بپرسم. البته دوست ندارم خیلی سوال جوابی بشه، ولی خب این از کنجکاوی خودمه. خواهش می‌کنم. دوست دارم بدونم چرا تار؟ نمیدونم. همون که میگم، من این آگهی رو که دیدم دیگه رفتم سراغ ستار. یه مدت ستار شاگرد آقای استاد امیر نوژن بودم که الان آمریکا هستن، اینجا نیستن، و بعد خود به خود علاقمند به تار شدم. آها. و ساز تخصصی موتار انتخاب کردم. بیشتر بسیار عالی. بله. من قبل از هر سوالی که میخوام بپرسم، بله، یه بیور میگم، در واقع یه مقدمه رو میگم، بعدش اون سوال رو میپرسم. در مورد شما من تحقیق کردم. ببخشید. خواهش میکنم. شما لطفا شما نیاز به تحقیق ندارید. قبل از اینکه در واقع دعوتتون کنم، من اینو تحقیق کردم، دیدم شما یک رزومه بلند بالا دارید، ماشاءالله. اصلا نمیدونستم از کجاش بخونم. و حالا با مشورتی که با آقای کارگردان کردیم، ایشون گفتن حتما ایشونو بیار، حتما ایشونو بیار. دیگه حالا ما خدمت شما هستیم. دوست دارم از زبان خودتون در واقع ما یک جرعه از این دریای فعالیتتون بفهمید. برای بزرگوارید. از سال 76 موسیقی رو شروع کردم. ستار رو که پیش استاد امیر نوژن شروع کردم، و تار رو هم بله. پیش استاد حسن سفری، استاد قاسم رحیمزاده، فخرالدین سیدان، استاد هومن بیکینه، استاد نجفی، امیر حسین نجفی، سپاسگزارم، متشکرم. و همچنان در حال یادگیری.
و بیشتر فکر میکنم فعالیت هم تو موسیقی با گروه هم بوده، گروه محلی و سنتی چکات که اجراهایی که داشتیم مقام آور سال 93 96 97 توی جشنواره موسیقی استان فارس. بله من دور اینو خط کشیده بودم. خواهش میکنم، بزرگوارید. بله دو سال پیش تنها گروهی که از استان فارس برای جشنواره زاگرس نشینان برگزیده شد گروه چکات بود و بله. سه شب اجرای بین المللی مهر بود، همایش بین المللی مهر بود که کارش با گروه چکات سه شب بود، اونجا اجرا داشتیم. بیشتر درگیر این اجراها و کارا و کنسرت‌های بچه‌های گروه هستم و این که خب من دارم سعی میکنم بیشتر بانوان رو نشون بدم و گروه بانوانم رو فعالتر بکنم، ولی خب متاسفانه میدونید یه سری محدودیت هایی ما داریم. بله بله. حالا نمیشه خب بگیم. خوب شد گفتی، چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ اصلا بیایی یه ویرگول بذاریم اینجا، من سؤال رو بپرسم. من خود من دغدغمه، شما نگاه کنید مستر ساز یک برنامه، یک خونه ایه که ما همه داخلش داریم زندگی میکنیم و مهمان دعوت میکنیم مثل شما، و چون به هر حال گفتیم خانم‌ها مقدم‌ترن، اولین مهمان هم گفتیم شما تشریف بیارید، به علاوه مهمان بعدیمون که باز هم خانم هستن و از همینجا سلامشون میکنم جلو جلو. و یه مسئله که هستش این که خیلی سخت، من چیزی که متوجه شدم بانوان خیلی بله. سخت کار میکنن. بله خیلی سخت. من نمونهش خواهر خودم میگم، علاقه من به پیانو بود ولی احساس کرد که یک جاهایی داره بعضی از کملوتی ها در آینده موسیقیش رقم میخوره، ترجیح داد از هنر نقاشی رو انتخاب کنه، هرچند حالا استعداد قوی هم داشت تو این بخش. من خیلی دوست دارم از زبان شما دو تا مطلب رو بگید. بله. اگه مقدار منطقی بشیم شاید اصلا یه مشکل حل کرد. من دوست دارم واقعا اون شیره اصلی مشکلاتتون بگی و پیشنهادتون رو به عنوان یک هنرمند، یک بانو به ما بگید که چطوری میتونیم ما این در واقع این خودمون بین خودمون حلش کنیم، حداقل خودمون به خودمون کمک کنیم تا بتونیم مشکلات رو حل کنیم. بفهمید. بله. متاسفانه بانوان که همیشه محدودیت داشتن و دارن بله. همچنان، چه از به لحاظ خوانندگی و چه به لحاظ نوازندگی. بله. معمولا خب آقایون خیلی آزادترن، خیلی راحتترن، اجرایی که فقط آقایون هستن هیچ مشکلی نداره از لحاظ صدا برداری، مجوز، و ما اگر بخوایم یه اجرای بانوان بذاریم برای مجوزش خیلی اذیت میشیم. توی سالن صدای بانوان رو میبندن، صدا رو میارن پایین. خب اینا چیزایی که محدودیتایی هست که ما داریم. بله. البته نمیتونم بگم 99% ولی یا 100%، ولی خب 80-90% از آقایون هنرمند فقط کارشون موسیقی هست. بله. حالا یه عده شاغل هستن، یه شغل دیگه هم دارن و موسیقی، ولی خانم ها خب در کنار موسیقی حتما و حتما باید یه سری کارا رو انجام بدن. خب در کنار بچه داری، همسرداری، کارهای خونه و مسئولیت ها، اینا هم همه خب به محدودیت یه کمی فشار میاره، یعنی همه دیگه مزید بر علت میشه متاسفانه. ولی خب این کاش بهای بیشتری میدادن و این محدودیت ها ور میداشتن و برابری رو جایگزین میکردن. بله متوجه هستم. حالا این بحثی که شما میگید و من یه چیزی رو متوجه شدم حداقل تو این چند سال اخیر. بله. این که خب تعداد خیلی رفته بالا، تعداد هنرجویان، هنرمندان بانو مثل شما که در واقع جرأت صحنه دارید، این واقعا یک به قول یک عزیزی که یه حرف خیلی قشنگ زد، گفت آدم باید عاشق باشه، هم اولش به شما گفتم آدمی که عاشق نباشه به جایی نمیرسه. بله. شما با عشقتون اینجایی. بله. و اینکه من میبینم حالا دوستانی هستن، خودم حالا بعضا هنرجوی خانومی دارم که به دنبال موفقیت هستن و تشنه موفقیتن. بله. داخل بحث موسیقی مخصوصا، و من الان که فضا رو میبینم خیلی بازتر شده، خیلی فضای بهتری من دارم حس میکنم. بله. یکی از آرزوهای شخص خودم این هست که یک روزی کنسرتی برگزار کنم توی ایران. بله. که بتونم، البته در اون حد نیستم، ولی بتونم حداقل 90% در واقع نوازنده هایی که همراه هم باشن بانو باشن. بله. جور جورو از شما دعوت میکنم. خواهش میکنم، بزرگوارید. آره. باعث افتخاره. قربونتون برم. مرسی. میدونم که اینقدر با معرفت هستید که در واقع محبت میکنید، تشریف میارید. بزرگوارید، باعث افتخاره. خب من خیلی دوست داشتم این مطلب رو بگید. خیلی تو فکر خودم هم بود این قضیه. بله. حالا یه چیز دیگه، حالا از این فضا خارج بشیم.
همه میان تو برنامه یه هدیه بهشون میدم. البته ما هم یک هدیه داریم که انشالله تقدیمتون خواهیم کرد. سپاسگزارم. به عنوان در واقع یادگاری. به عنوان یادگاری. آقای تهیه کننده، آقای کارگردان زحمت کشیدن، کلی فکر کردن دیگه، به هر حال گفتیم که شما دست خالی هم نرید از اینجا. چیزی که هستش گفتیم که ما از شما یک هدیه هنری داشته باشیم. اونم در حد البته زمانش دست خودتون. من تایم نمیدم. بله. حالا من میدونم شما دست دلواز هستید، 30 دقیقه برای ما نزنید. زمان برنامه محدوده. در یک اندازه یک قطعه مهمون ما کنی در واقع و اینو به برنامه مستر ساز هدیه بدید. حتما چشم. ممنونتون میشم. زنده باشه. خب من با اجازه شما صحنه رو ترک میکنم و دوست دارم اینو شما در کمال آرامش بزنید. حتما در خدمتتون هستم. متشکرم. زنده باشید. با اجازهتون. خواهش میکنم. سپاسگزارم. تشویق کنید. تشویق کنید. به به. خیلی لذت برده. عالی بود. عالی بود. من مطمئنم الان دستای یخی دارید. ولی خیلی خوب. من اونجا ایستاده بودم اینطوری بودم. بعد آقای کارگردان میگفت میلاد بکنم بعد دیگه کم کم بری. گفتم ولم کن. شرمنده. خیلی لطف کردم. زنده باشید. اسم این ساز شما دلشدگان. خب نشد دیگه. الان من به این میگم دخترم. به کلارینت هم میگم دخترم. بله. شما چی بهش میگید؟ حالا شاید خب ساز اندازه بچه عزیز دیگه میگن، مثل بله. بچه آدم میمونه، ولی خب بله. اسمشو من دلشدگان صدا میکنم. نمیدونم جدی؟ من یه چیزی رو اسم سازم کلن دلشدگان. من یه مطلبی همیشه مثلا به هنرجوهای خودم میگم، همه امروز هم میکرد دوستان اومده بود بهش گفتم، گفتم باید باش حرف بزنی. بله. حالا در حیطه کار خودم من نوازنده هایی دیدم که بعضا وقتی که ساز همراهشون نمی کنه ساز رو می بوسن. بله همینطوره. اما واقعا دیدم تأثیر شد. بله صد درصد. اینو باز هم حالا یه فیدبک کنیم، باز هم یک آدم عاشق می فهمه مثل شما. اختیار داریم. چون خب از چوب درخت های زنده بوده و همچنان زنده. بله وقتی بله. که ساز ازشون ساخته میشه از چوب درخت ها فکر میکنم اون زنده بودنشون تداوم داره. بله بله درسته. موسیقی کلن موسیقی من احساس میکنم یه جایی از این زندگی ما همیشه حضور داره. یعنی هر کی بگه من موسیقی گوش نمیکنم، من موسیقی نمیشناسم، احساس میکنم یه کم لطفی در حق خودش میکنه. دقیقاً. یعنی شناخت موسیقی مثل یک زبان میمونه که باید حتما بدونی. من فارسی صحبت میکنم، حالا بهتره که مثلا زبانهای دیگر رو بدونم. زبان موسیقی هم فکر میکنم
لازمه همه در واقع مخصوصا ماهایی که تمدن کهنی داریم. بله ایرانی. فکر میکنم قشنگتر باشه اگر مثلا صحبت تخصصی که من و شما با هم دیگه میکنیم و دیگران هم بدونم میگن ای آره من داخل فلان کتاب خونده بودم، ای فلان استاد گفته بود. بله. دنیای قشنگی میشه. بله. فکر میکنم همینطوره. درسته درسته. واقعا زندگی بدون موسیقی به نظر من اصلا معنی نداره. درست. کجا از این حالا هوای موسیقی بود که شده تا حالا اصلا منصرف بشید؟ اینو میگم برای هنرجوهاتون بگید. بله. شده مثلا در حین ساز زدن بگید که نه من فکر کنم نمیتونم، بذاریش کنار، بعد نه. دوباره برش داری بگی معذرت میخوام؟ آخه من این کارو کردم. شما بفرمایید اصلا. نه، پیش من اومده همیشه دوست داشتم یاد بگیرم و باش سازم واقعا خیلی دوست دارم. اگه بیخواب باشم میام سراغ سازم. اون جای اولی که ساز میزدید رو دارم میگم. خب اوایلم و... آره من اون بحث من رو... نه فکر نمی کنم هیچ وقت پیش اومده باشه. یعنی اینقدر من ساز زدن رو دوست داشتم که حتی درسایی هم که بهم نداده بودن میرفتم تصنیفایی که شنیده بودم گوشی در میآوردم سازم. هنرجوی عزیز اینقدر... گوش کنن. اینقدر یک دوست داشتم. استاد داره میگه. نه من استاد نیستم، خواهش میکنم، بزرگوارید، همچنان شاگردم و تصنیفایی که دوست داشتم همیشه گوشی روی ساز در میآوردم. حالا باز هم یه سوال. بفرمایید در خدمت. شما خیلی قطعه میزنید. من در حالا دوستانی که اینجا هستن بیشتر در اطلاع هستن. موقعی که ساز میزدید من حالا میرفتم من داشتی ساز گرم میکردید دیدم ای دارید دستگاه های مختلف رو میچرخید و اینا. بله. زیباترین قطعه ای که حس و حال تار رو بیشتر به شما نزدیک میکنه اون چیه؟ خیلی دوست دارم بدونم. شاید همین کار استاد شجریان به باره بارون و این کار بهار دلکش، ولی خب کارهای زیادی هست، اینقدر اصلا نمیشه انتخاب کنی. نمیدونم انتخاب این که بگیم یه قطعه واقعا سخته. بهار دلنشین چی؟ نه اینطور. البته خب شما فرمودین این کار رو با هم زدیم. آره. خیلی دوستش داشتم. آره، کار مقدمه قشنگی شد. بله کار آره، مقدمه قشنگی شد. بله. من و خانم عرشی نژاد یه همکاری داشتیم که ایشون محبت کردن تار زدم ما هم حالا یه پوتی کردیم ده. نه اختیار دارید، خواهش میکنم در جوار شما ساز زدم. آره، من با هم صحبت کردم گفتم چه خوب میشه امشب بتونیم قطعه رو با هم دیگه یک بار دیگه بزنیم. بله. ولی قبلش دوست دارم که حالا بحثی پیشنهادی مخصوصا به برنامه ما داشته باشید و اون اجرامون رو به عنوان در واقع تیتراژ پایانی بذاریم. البته من اینو هماهنگ نکردم با اجازه های کارگردان. دوست دارم وقتی که مثلا ما میزنیم تیتراژ پایانی باشه اگر که اجازه میدن. بله. و فکر کنم کار قشنگی بشه چون واقعا من خودم شخصا خیلی دوستش دارم. مطمئنن دوستانی هم که اینجا هستن و بینندگان امیدوارم البته دوست داشته باشن. زحمت بسیاری کشیدن خانم عرشی نژاد برای این کار. اگر صحبتی پیشنهادی حرفی حدیثی هست بفرمایید. پیشنهادی که نه، همه چیز اوکی و عالی بود. بسیار سپاسگزار از شما و همه عزیزان دست اندر کار برنامه. ممنونم، مرسی. ما تلاش کردیم یک رسالتی رو به نتیجه برسونیم. بله. رسالت نوازنده ها. بله. اون عشاقی که به دنبال این هستن که بتونن ساز بزنن. بله. تمام موسیقی احساس میکنم به سمت خوانندگی یا جهات دیگه داره میره و این بخش نوازندگی یک مقداری داره منزوی میشه. بله. و احساس کردم که این رسالت ما به اتفاق همکارانمون در ابعاد مختلف در فازهای مختلف در برنامه مستر ساز میتونیم در واقع انجامش بدیم. به خاطر همین حالا مزاحم شما شدیم و بسیار هم لذت بردیم. خواهش میکنم. پس اگر خدافظی چیزی هست با بینندگان عزیز بفرمایید که بریم برای اون اجرای قشنگمون. زنده باشید. به امید شادی و سربلندی تمام مردم سرزمینم شب همگی بخیر. منم به نوبه خودم باز هم تشکر میکنم از شما و اینکه روز و روزگارتون خوش باشه. امیدوارم برنامه های ما رو متداوم ببینید و اینکه ما رو دوست داشته باشید. تا درودی دیگر، بدرود.